بسیار بار در بحثهایی که بین خودمان در میگیرد برای اینکه بفهمیم بین ما جمعی که از سرسختترین مخالفان رژیم تا اصلاح طلبان و طرفداران تعدیل و تغییر نظام را در بر میگیرد آیا هستند کسانی که بین دستآوردهای جمهوری ولایت فقی نکته مثبتی یافته باشند من فقط به ترتیب زمانی و بدون اولویت بخشیدن به هر یک از عملکردهای نظام آنچه بیش از چهار دهه بر ملت ما گذشته میآورم و قضاوت در باب مثبت و منفی بودن آن را بر شما میگذارم یک خروار وعده های خمینی در پاریس از آزادی اعصاب و مطبوعات و اندیشه گرفته تا برقراری عدالت و رفع ظلم و مساوات بین زن و مرد و مردم ایران فارغ از نژاد و مذهب و زبان و تفکر سیاسی دعوت نظامیان و دولتمردان و پایوران رژیم سلطنتی به پیوستن به انقلاب و برخورداری از عفو و شفقت ملت انقلابی و نمایش این عفو بر بام مدرسه علوی سه روز پس از به قدرت رسیدن با اعدام چهار ژنرال بلندپایه و اعدام نمایش عف امامانه با اعدام بیش از دو هزار نظامی و غیر نظامی از بلندپایگان رژیم پیشین از جمله آنها که با جان و دل در خدمت انقلاب درآمدند مصادره مطبوعات من فعالیت احساب و گروه های سیاسی نقض وعده به قوم رفتن و از دور بر کار حکومت نظارت کردن بعد از شش ماه و مداخله در ریز و درشت کارها اشغال سفارت آمریکا و اسیرگیری آغاز از بین بردن مخالفان همزمان با شروع جنگ ایران و عراق جنگ میهنی برای دو سال تا آزادی خرمشهر و سپس جنگ خمینی و صدام با نیم میلیون جمعیت که از بین رفتن و زخمی و شیمیایی و مفقود و ویرانی هزار شهر و شهرک و روستا و آوارگی سه میلیون ایرانی هجاب اجباری یک سال بعد از انقلاب و تنین انداز شدن شعار یا روسری یا توسری انقلاب فرهنگی و تصویه دانشگاه ها و مراکز علمی از بهترین استادان و دانشجوان حضور رژیم در صحنه جنایت های و پدرخواندگی خمینی و خامنه ای برای همه جنایتکارای جهان گریز میلیون های ایرانی که اکثر آنها از زبدگان و نخبگان بودند در موج اول و دوم و سوم گریز از وطن کاهش ارزش پول ملی با میانگین 20 درصد در سال و سرانجام توقف با حمایت دولت در مرز هزار تومان برای یک دلار حضور هشت باند مافیایی در رأس قدرت در گستره سیاست، اقتصاد، هنر، روابط اجتماعی و غیره. از بین بردن چهره های برجسته اپوزیسیون در خارج و جنایت های زنجیره ای برجسته ترین چهره های سیاسی ملی و فرهنگی و مطبوعاتی و ادبی و علمی به دست ارگان های اطلاعاتی رژیم و باند های اوباش و زوب شدگان در ولایت فقیه نابودی دادگستری و جانشین کردن محاکم شهر زیر نظر فاسدترین آخوندها در مکان دادگستری نوین با قضات پاکدامن و آزاده تحمیل انزوای سیاسی و اقتصادی بر ایران و حاکمیت شعار و شکست شعور برقرار شدن سلطه نفاق و دروغ و تزویر و فریب و فرهنگ بخشی از جامعه تلاش برای توهی کردن جامعه از مفاهیم فرهنگ سنتی و جایگزین کردن آن با ضد فرهنگ تظاهر و تقیه و فریب سلطه مادیات بر عقل و دل و اندیشه افراد جامعه دوست شخصیتی شدن نسل انقلاب و نسل دوم و سوم زاده شدگان های 60 70 80 و 90 نابودی نخبگان جامعه از بین رفتن خاندان اشراف سنتی و برقرار شدن نمایندگان توافان و دست فروشان و شاگرد بقال و بچه ها و شاگرد سوهان فروش و چاقوکش های در مهمترین مراکز قدرت سیاسی نظامی امنیتی و اقتصادی. اثبات اصلاح ناپذیر بودن نظام از فردای دوم خرداد و انتخاب خاتمی و رهبری کلیه توتیه علیه جنبش اصلاحات از سوی شخص خامنی و باند فاسد جنایتکار همدست و مطیع او. بیمعنا شدن نظام انتخابات پس از بزرگترین تقلب و تزویر در تاریخ انتخابات ایران از بد به برپایی نظام مشروطه در خرداد 88 رویارویی با ملت در وحشیانهترین شکل از بین بردن جنایت های خیابانی آزار از های قرون وسطایی و تعرض به زندانیان سیاسی و فرهنگی صدور احکام جاهرانه در حق شمالی از برجستهترین روزنامه دیگر ولی فقیه از مرشد منتخب خبرگان منتخب مردم به نایب برحق امام زمان مکشوف از سوی 86 آخوند فاسد و مرتجه و تبدیل شدن بیت رهبری به آستان ملک پاسبان خدایگان و معصوم پانزدهم و اخیرا نعره موسایی مقام معظم و گپ و گفتش با رب العالمین محو بنیان مذهب تشیع و ایجاد مذهبی تازه که تنها الفبای سنتی شاعر را که مذهب اکثریت مردم ایران بود استفاده می کند و مذهبی تازه را بر خرافاتی بنیان میگذارد که یک سرش به مسجد جمکران و سر دیگرش تا سیزده هزار امامزاده تازه امتداد دارد این دستاوردهای نکبتی هنگ که در سال پنج به جای آن رویای دلنشین پیچیده در حریر عدالت و آزادی و مردم سالاری نصیب ما شدند میگویند همه این سیئات را گفتی چرا از استقلال نمیگویی که در پدرو اناد خمینی با جهان حاصل شد بله حالا ایران واقعا مستقل است خامنه ای بدون واهمه از آمریکا و انگلستان آدم از بین میبرد سرمایه ملت ایران را خرج جنایتکارها میکند از عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر حتی سازمان ملل وحشتی ندارد و از برکت استقلال به دست آمده ناوگان آمریکا و انگلستان و فرانسه و اسرائیل را در خلیج فارس مانور میدهند همان خلیج فارسی که تا پیش از انقلاب زیر سلطه مطلق ایران قرار داشت آقایان مدعی بودند و هستند که قبل از انقلاب سرسپرده و وابسته به آمریکا و انگلیس بودیم و از تصداق سر ولی فقیه اول و دوم حالا به استقلال کامل رسیدیم بله این درست است که کارشناسان و مربیان نظامی آمریکایی و اروپایی از ایران رفتند اما بجای ها آنها مشتی از چین و کره شمالی و پاکستان و اوکراین و روسیه سفید و روسیه همه شونهای نظامی و امنیتی و اقتصادی ما را زیر نظر دارند از برکات دیگر این استقلال اینکه سهم حداقل سی درصدی ما از دریای مازندران به 11 درصد رسیده دلار هفت ما حالا معادل 50 هزار تومان است و سنگگ ده ریالی ده هزار تومانی شده چون وابسته بودیم برای ورود به 128 کشور جهان ویزا نمیخواستیم حالا که مستقل شدیم تنها چهار کشور راهمان میدهند ملتی که در برابر حملات سهمگین اسکندر و چنگیز و تیمور سرفراز بیرون می آید و شکست نظامی را به پیروزی فرهنگی تبدیل می کند این بار نیز در مبارزه جانانه به بازشناسی خود می پردازد دستاورت های مثبت مردم از سالهای فتنه و مصیبت ولایت فقیه اینهاست. هاست هایی که به رژیم ربطی ندارد اما حالا در بهبوهی نبردها ها و گروه های شبه نظامیش به شدت وحشت کرده است رژیم جمهوری اسلامی و شخص علی ای تا اینقدر تا به حال نترسیده بوده اولین واکنش خامنه به آبکش شدن یمنی ها این بود که بگویید عقب نشینی کند آتش بس اعلام کنید تا به حال خامنه ای انقدر نترسیده بوده در فردای سرنگونی رژیم که فرزندان سلحشور ایران به لانه های تجسس رژیم و مقر امنیت خانه مبارکه دست پیدا می کنند چه اسنادی رو خواهند شد مقداری از آنها می حد زد اینکه رژیم به اتفاق سوریه و لبنان جنایت هایی را انجام داده است اینکه دستگاه های حزب رژیم در جریان از بین بردن شاپور و عبدالرحمن برومند از همکاری عین بعضی مقام های امنیتی فرانسه و اتریش آلمان برخوردار بوده آن روز آشکار خواهد شد که در جریان حمله آمریکا به طالبان پشت درهای بسته بین خلیلزاده نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و محمد جواد ظریف رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل چه توافقهایی صورت گرفت که به موجب آن جمهوری اسلامی آسمان ایران را بر هواپیماهای جنگی آمریکا گشود آن روز خواهد آمد تا مردم ایران و افغانستان بدانند چگونه محمد ظاهر شاه فقیر پادشاه محبوب افغانستان کنار زده شد تا حضرت کرزای از ناکجابات سر بکشد آن روز دو نیست که بدانیم چرا باراک حسین اوباما در اوج مبارزه ملت ایران برای آزادی دموکراسی بر پیکر خونین ندا آقا سلطان در کف خیابان چش بست و مشغول مبادله نامه های با صد علی آقا شد آن روز خواهیم دانست که چرا قبل با پا بر همه شئون بین المللی و پیمانها پادشاه عاشق ایران را در حالی که عشق به چشم داشت با تحریف های رسانه هایش بدرقه کرد و از هیچی بزرگ خمینی با ساز و دوحال استقبال کرد چهل و چهار سال گذشت و ما تنهاییم فقط همتی باید و اراده ای تا به این نمایش شوم خاتمه دهیم